بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجزء بدي ما برام سراغة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. چون من هدفم از این آیه اینه، اگه بخوام آیه رو یکی یکی شرح بدم که او کلی طول میکشه. میدونید آیات قرآن چنان معجزه که از یک آیه چندین معنی چندین حکم میاد که اهل فن اهل علم اینو به خوبی میدونن. و اولا نصیحتم به این آقای محترمی که راجع به بهایی این حرف رو زد، من ازش خواهش میکنم که عدالت رو رعایت کنه. اگرچه مثلا جناب عالی که میگه که شما با رژیم موافق نیستید، اهل رژیم ولایت فقیه از مجلسی مکار روایت میکنند که افترو على اعدائکم و شهروهم و ابهتوهم، بر دشمنانتون بر مخالفانتون، خیلی خطرناکه بر مخالفانتون، که معمولا اونا وقتی میگن مخالفان یعنی مسلمان ها، بقیه مسلمان ها. اونا بس که نقل میکنه از ابو عبدالله، شکی نیست که ابو عبدالله خیلی برتر از این دروغ هاست که و خیانت بیشتر کجاست؟ امثال مدعیان روشن فکری که امام جعفر صادق و دیگران رو از قول مجلسی و حلی و اینا میان مقایسه میکنن. میگه که افترو علی اعدائکم، بر دشمنانتون افترا بزنید، تهمت بزنید، بر علیهشون تبلیغات بکنید. ببینید این روایت های زشت و نادرستی که اینا درست کردن و ذهن ملت رو باش خراب کردن، عقل ملت رو باش خراب کردن، قلب ملت رو باش خراب کردن و این باعث تفرقه شده، باعث این شده که این همه تفرقه در داخل خود مذهب ایجاد بشه. خب این اندیشه هاست، این و اینجاست که قرآن انسان رو جمع میکنه، این آرا و اندیشه های مذاهب انسان رو متفرق میکنه و اینجاست که قرآن میگه واعتصموا بحبل الله جميعا، بیاد به ریسمان خدا چنگ بزنی، مذهب بازی رو تو ول کنید، آرای افراد ویل بکنید، مگر اینکه در تابع قرآن باشه، مگر اینکه موافق با قرآن باشه، مگر اینکه موافق با آموزش‌های پیامبر باشه.